دوستان درود به همتون. توی این ویدیو میخوام سه تا مورد رو بگم که به نظر من توی دنیای امروز دیگه نمیتونه به عنوان چالش بعد از مهاجرت به حساب بیاد، گرچه هنوز هستن دوستانی که فکر میکنن این موارد میتونه از بزرگترین چالش بعد مهاجرت باشه. بچه مورد اول زبان هستش. خیلی از بچه‌ای که مهاجرت میکنن و میان امریکا به صورت دانشجویی میان و شما اگه بخواید دانشجویی وارد امریکا بشین، پذیرش که از دانشگاه بگیرین، شما باید یا آیلتس پاس کرده باشین یا تافل پاس کرده باشین. پس این به این معنی هستش که شما زبانتون خوب هستش و وقتی وارد امریکا بشین دیگه براتون چالش برانگیز نیستش ندونستن زبان. و حتی تو دنیای امروز بچه‌ها با تمام امکاناتی که ما داریم، دسترسی به اینترنت، یوتیوب، وبسایت‌هایی که زبان آموزش میدن، اپلیکیشن‌های آموزش زبان روی گوشی‌هامون، یه جوری نمیشه واقعا گفتش که زبان میتونه چالش برانگیز باشه، برای اینکه خیلی راحت میتونیم ما زبان بخونیم و یاد بگیریم. من حتی میبینم توی ویدیوهایی که از ایران میاد، بچه‌ها تو ایران خیلی خوب صحبت میکنن، بچه‌ها نسل جوون خیلی خوب انگلیسی رو صحبت میکنن، متوجه میشن و خیلی از کلمات انگلیسی رو توی صحبت‌های روزمره‌شون استفاده میکنن. به خاطر همین به نظر من واقعا تو دنیای امروز زبان نمیتونه یه چالش خیلی بزرگی برای بعد از مهاجرت به امریکا باشه. اگر اینکه راجع به پدر بزرگ مادر بزرگامون صحبت کنیم که اونا هم معمولا تنها مهاجرت نمیکنن، اینجا دوست آشنا فرزند خانواده دارن و بالاخره اونا کمکشون میکنن و مشکلی نخواهند داشت. به خاطر همین اینم بگم راستی بچه‌ها، بهتون وقتی که مهاجرت میکنین نترسین از اینکه بخواین انگلیسی صحبت کنین، برین بیرون صحبت کنین بدون ترس. درسته ممکن که نه لهجه دارین و ممکنه انگلیسی هم اشتباه صحبت کنین، ولی خب اصلا اشکال نداره، شما باید برین بیرون صحبت کنین تا اینکه لهجهتون بهتر بشه، باید برین صحبت کنین تا اینکه اشتباهاتون رو متوجه بشین و همینجوری هستش که زبانتون بهتر میشه و پیشرفت میکنین. بدترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که وقتی یه چیزی اشتباه میگین خیلی مؤدبانه اینجا تصحیح میکنن براتون و همین باعث میشه که شما اشتباهتون رو متوجه بشین و زبانتون بهتر بشه. اگه اشتباهتون رو متوجه نشه خب همون اشتباه تکرار میکنین. پس نترسین، برین بیرون صحبت کنین، اصلا نگران این که لهجه دارین یا اینکه ممکنه اشتباه صحبت کنین اصلا نباشین، هیچ اتفاقی نمیفته. بچه ها مورد دوم شوک فرهنگی هستش که دوباره میگم تو این زمانه که داریم توی زندگی میکنیم یه خورده واقعا سخته که بخوایم قبول کنیم بعد از مهاجرت مثلا به امریکا شما با شوک فرهنگی روبرو بشیم، برای اینکه انقدر به اطلاعات دسترسی داریم الان که شما خیلی راحت میتونین روی اینترنت، روی یوتیوب از هر کشوری، هر فرهنگی، هر شهری که میخواین بهش مهاجرت کنین اطلاعات بگیرین و از قبل یه پیش زمینه‌ای داشته باشین که وقتی وارد اون شهر یا کشور میشین با شوک فرهنگی مواجه نشین. به خاطر همین میگم یه خورده این که بعضیا میگن شوک فرهنگی یکی از چالش‌های بعد مهاجرت هستش، یه خورده به نظرم درست نیستش، برای اینکه شما از قبل میتونید خودتون رو آماده کنین، اطلاعات زیادی به دست بیارین و درسته وقتی وارد اون کشور میشین تفاوت‌های فرهنگی هستش که اون تفاوت‌ها رو هم شما خب وقتی اونجا زندگی می‌کنین یواش یواش متوجه میشین و خودتون رو به اون تفاوت‌ها وفق میدین. و الا اینکه بگیم وارد یک کشور میشین و از قبل هیچ اطلاعاتی ندارین و یه دفعه با یه شوک فرهنگی روبرو میشین، خب راجع به 20 تا 30 سال پیش که صحبت نمی‌کنیم که هیچ اطلاعاتی نباشه، الان دنیای آزاد اطلاعات همه جای اینترنت هست و شما هم خیلی راحت میتونین بهش دسترسی داشته باشین و از قبل خودتون رو آماده کنین. بچه مورد سوم، مورد آخرم، نژاد پرستی تو پیدا کردن کار هستش. به نظر منم اینم درست نیستش بچه‌ها. شنیدم که میگن من به خاطر رنگ پوستم یا به خاطر اینکه انگلیسی با لهجه صحبت میکنم نتونستم کار پیدا کنم. من قبول نمیتونم بکنم این حرفو. نمونهش خودم هستم که توی خب یه کمپانی بزرگی دارم کار میکنم و من خب اینجا به دنیا نیومدم، انگلیسی رو هم با لهجه صحبت میکنم و رنگ پوستم هم سفید نیستش، امریکایی هم شبیه امریکایی هم نیستم. و میگم خیلی از بچه‌های ایرانی هستن تو کمپانی بزرگ کار میکنم، مثل نمیدونم گوگل، مایکروسافت، مثل فیسبوک. خب نمیتونیم واقعا بگیم که
همچین نژاد پرستی تو گرفتن کار توی امریکا هستش که شما اگر رنگ پوستشون سفید نباشه یا اینکه اگر لهجه داشته باشین انگلیسی صحبت میکنین نتونین اینجا کار پیدا کنین. به نظرم این صحبت درست نیستش و کسایی هم که این صحبت رو میکنم من واقعا ندیدم سند و مدرکی راجبش نشون بدم، فقط در حد صحبت بوده. صحبت هایی میشنوین راجب چالش های جدی بعد مهاجرت. درست مهاجرت سخته، خیلی هم سخته، چالش های خیلی زیادی دارین، ولی خب اجازه ندین که این صحبت ها ناامیدتون بکنه و وقتی که وارد امریکا میشین شما باید تمام تمرکزتون رو روی این بذارین که فقط بتونین پیشرفت کنین و بهتر بشین. برای همین اجازه ندین که به اصطلاح این صحبت ها شما رو ناامید بکنین. در آخر امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر که ویدیو رو خوشتون اومد ازش لطفاً لایک کنین و اگر فکر میکنین که اطلاعاتش میتونه به دوستان دیگه کمک کنه حتما شیر کنین ویدیو رو که بچه های بیشتری بتونن ببینن و استفاده کنن. اگر سوال دارین یا اگر نظری دارین حتما برام کامنت بذارین و اگر هم سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین، ویدیو جدید که میذارم مطلع بشین، ویدیو جدید رو هم بتونین ببینین. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.